یکی از عواملی که می تواند در جهت تقوا و پرهیزگاری و دینداری برای انسان عامل مؤثری محسوب بشود و او را یاری بکند در راستای تحقق بهتر تقوا، نگرش و بصیرت درست نسبت به دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. زندگانی دنیا اگر انسان آن را درست بشناسد و درک بکند و بصیرت درستی نسبت به آن داشته باشد، قطعاً با آن درست معامله خواهد کرد. رفتارش در دنیا رفتاری عاقلانه خواهد بود. بعضی وقتها در اثر غفلت از این حقیقت، انسان رفتارهای نابخردانه‌ای در دنیا از خود نشان می‌دهد. رفتارهایی که به هیچ وجه عاقلانه نیست برای یک انسان عاقل. غرق شدن در دنیا و فرو رفتن در آن و غفلت از همه چیز، غفلت از اول و آخر خود، غفلت از مبدأ و معاد خود که نتیجه غرق شدن در دنیا هست، این نشانه نوعی نابخردی در انسان هست. ضعف در بصیرت انسان محسوب می شود، ضعف در بینش و نگرش انسان محسوب می گردد. باید انسان بینش خود را و نگرش خود را نسبت به دنیا اصلاح بکند. نگرش درستی که انسان باید نسبت به دنیا داشته باشد این است که سرای دنیا سرای امتحان است، جای امتحان و آزمایشی است که خداوند قرار داده است تا انسانها را در میادین مختلف در بوته آزمایش قرار بدهد. در سراسر دنیا، در کلیه آنچه که به ما مربوط است، در آنچه که در زندگی ما مطرح است، ما در بوته آزمایش و امتحانی وسیع قرار داریم. اصلا سر جلسه امتحان نشسته ایم. تصور بکنید انسانی که در جلسه امتحان دارد به سر میبرد و تمام آنچه که برایش مطرح است و پیش رویش است جنبه امتحان و آزمایش دارد، چگونه باید رفتار بکند این انسان تا عاقل محسوب بشود؟ آن چیزی که قرآن بیان کرده است این است که زندگی و مرگ آزمایش بیش نیست برای انسان. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند زندگی و مرگ را ایجاد کرده است، انسانها را به دنیا می آورد و از دنیا می برد، نسل بعد از نسل همه انسانها می آیند و می روند، دورانی را می گذرانند، زندگی خودشان را به پایان می رسانند و پروندهشان بسته می شود. برای چه؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا شما را بیازماید، امتحان کند که کدوم یک از شما بهتر عمل می کنید. حسن انجام وظیفه، حسن عمل و رفتار و کردار، این نتیجه است که باید انسان به دنبال آن باشد تا در این امتحان سرفراز بشود. اینکه انسان بتواند رفتاری خوب از خود نشان بدهد. و در جای دیگر خداوند تمام عرصه های زندگی را اعم از خیر و شر امتحانی برای انسان توصیف می کند. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه کل نفس ذائقه الموت، هر انسانی چشنده مرگ است. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، و شما را می آزماییم، امتحان می کنیم با شر و خیر.
به عنوان فتنه و آزمایشی که انسانها هم با خیر و هم با شر، هم با خوبی ها و هم با بدی ها، هم با نعمت ها و هم با مصیبت ها دارن آزمایش می شوند. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. سیدنا سلیمان علیه السلام وقتی که اون فضل خدا را بر خود مشاهده کرد، اون قدرت و سیطره ای که خداوند به او داده بود که حتی جنیان را در تسخیر او قرار داده بود، وقتی این فضل خدا را دید خود را نباخت، به خود نبالید، فی سو افاده نکرد، بلکه فرمود هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این از فضل و نعمت پروردگار من است تا مرا امتحان کند. میخواهد خداوند مرا آزمایش کند. اشکر ام اکفر، آیا شکرگزاری میکنم یا ناسپاسی میکنم؟ پس هر نعمتی که انسان بر خود مشاهده میکند، هر فضل و رحمتی که از جانب خدا در زندگی خودش مشاهده میکند، هر منتی که خداوند بر او قرار داده است، همه اینها آزمایش بیش نیست که انسان دارد در اون میدان آزمایش میشود. خوب حواس خود را باید انسان جمع بکند. هر گونه نعمت از کوچک و بزرگش یک امتحان و آزمایش است برای ما. و هر مصیبت و نکبتی که بر انسان وارد بشود، هر نقمتی از کوچک و بزرگش، همه این بلاها و محنتها و مصیبتها باز هم آزمایش بیش نیست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. قطعا شما را امتحان میکنیم. با لام و با نون توکید ثقيله خدا فرموده است ولنبلونكم، هم لام جنبه تاکید دارد هم نون توکیدی که در اون کلمه وجود دارد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، با چیزی از ترس و گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، و از دست دادن مال و جان و محصولات، با همه اینا شما را امتحان میکنیم. و بشر الصابرین، بشارت ده به صبر پیشگان، کسانی که در میدان مصیبت ها صبر میکنند، کما اینکه در میدان نعمت ها شکر میکنند. در هر دو میدان وظیفه خودشون رو ادا میکنند. اونهایی که صبر میکنند و هنگامی که مصیبتی به آنها میرسد میگویند ما متعلق به خدا هستیم، تمام وجود ما و آنچه که به ما تعلق دارد متعلق به خداست در واقع، و ما به سوی خدا برمیگردیم. خودشون رو اینگونه وصل میکنند به خداوند، پیوند میدهند خودشون رو به مبدأ و معاد خودشون که ما از جانب خدا آمدیم و به سوی خدا برمیگردیم. دیگه هیچ ناراحتی ندارد، دیگه هیچ غم و غصه ای ندارد. هر مصیبتی که بر انسان وارد می شود قابل تحمل می شود. اینها پس تمام جنبه های زندگی انسان را می تواند در بر بگیرد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که شأن مؤمن عجیب است بر این اساس که تمام امورش برایش خیر است. اگر انسانی بتواند به وظایف خودش در همه حالات عمل بکند، در نعمتها شکرگزار و در مصیبتها صبور و بردبار، در هر دو حالت بتواند به وظایف خودش عمل بکند، وظیفه شناس باشد، خود را نبازد، دست و پای خود را گم نکند، مشمول این فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم می شود که همه امورش برایش خیر می گردد، به نفع او تمام می شود. که اگر مصیبتی به او رسید، این اصابته سراء و شکر کان خیر الله و این اصابته ضراء و صبر کان خیر الله، اگر نعمتی به او رسید شکرگزاری میکند این خیری است برای او، و اگر هم مصیبتی به او رسید صبر و بردباری پیشه میکند اینم خیر است برای او. هر دو جنبه برای انسان خیر محسوب میشود و به نفع انسان خاتمه پیدا میکند. اون صحنه ای که انسان در آن مورد آزمایش قرار گرفته است، هم صحنه نعمت و هم صحنه مصیبت که صحنه های مختلف زندگی انسان ها محسوب می شود.
آن چیز دیگری که در قرآن باز میدانی برای امتحان و آزمایش بلکه میدانی بسیار سخت توصیف شده است، اون زینت ها و زرق و برق های دنیاست که خداوند این زرق و برق ها و زینت های دنیا را قرار داده است باز هم برای آزمایش، که انسان ها از هم تفکیک بشوند. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. آنچه که روی زمین است ما زینتی برای زمین قرار دادیم، زینت ها و زرق و برق های زمین و دنیایی که در اون به سر میبریم، این زرق و برق هایی که چشم انسان را خیره می کند و در این زمان به اوج خودش رسیده است که در طول تاریخ، در طول تاریخ بشریت این زرق و برق و این تجملات سابقه نداشته است اصلا، و این روند دارد روز به روز افزایش پیدا می کند و ما در اوج اون هستیم در طول تاریخ دنیا الان، تا آنجایی که دنیا رسیده است الان در طول تاریخ ما در اوج این تجملات و زرق و برق های دنیا دارین به سر میبریم، چون زمانه همیشه رو به پیشرفت است و رسول و خداوند در قرآن فرموده است که ما این زینت ها را برای زمین قرار داده ایم تا انسان ها را مورد امتحان و آزمایش قرار بدهیم که چه کسی غرق می شود در این زرق و برق ها و چه کسی خود را نجات می دهد، چه کسی خیشتنداری از خود نشان می دهد، چه کسی دست و پای خود را گم می کند، می بازد خودش را در این میدان، و چه کسی تقوا پیشه می کند، چه کسی می تواند تشخیص بدهد که این زرق و برق های زندگی دنیا و این تجملات امتحان و آزمایشی باز بیش نیست. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا بیازماییم انسان ها را که کدوم یک از اونها بهتر عمل می کنند. حسن انجام وظیفه اینجا انسان را نجات می دهد. میدان دیگری که باز در نص قرآن بیان شده است به عنوان میدان آزمایش سخت از جانب خداوند، تفاوت هاست، تفاوت هایی که بین انسان ها وجود دارد. انسان ها یکسان خلق نشده اند و یکسان نیستند، با استعدادهای متفاوت، با موهبت های مختلف انسان ها متفاوت آفریده شده اند و هیچ تبعیضی هم در کار نیست. کسی فکر نکند خداوند نعوذ بالله تبعیض قائل شده از بین بندگان خودش، که هر کس را یک جوری آفریده است، با یک استعدادی او را خلق کرده است، به بعضی داده است بعضی نداده است، بعضی را محروم کرده است بعضی را برخوردار. این تفاوت ها باز هم میدانی است برای آزمایش برای انسان با بصیرت.